سلام شاگردای عزیز، امید که همه شما اعضا صحت و سلامت باشین. ما مطمئن هستم که شما درس گذشته را حتما مرور کردین و فرا گرفتین، کار خانگی مربوطش هم انجام دادین. عزیزا حتما درس روز گذشته به یاد شما است که ما شما خطوط موازی و عمود خوانده بودیم. گفته بودیم که خطوط عمود به خطوطی گفته میشه که در بین خود زاویه 90 درجه را تشکیل بدن و خطوط موازی به خطوطی گفته میشد که هر قدر امتداد بتیم امتدادش نکدگی خود قطعا نکنم. همچنان ما شما خطوط از نگاه وضعیت مطالعه کرده بودیم. ما شما گفته بودیم که خطوط از نگاه وضعیت به سه حالت بوده میتونه، یکی به شکل عمودی، دوم به شکل افقی و سوم به شکل مایل. این درس روز گذشته شما بود که یک مرتبه به خاطر شما ای را آوردم. درس امروزی که ما شما البته دنبال میکنیم و مطالعه میکنیم، موضوعش زوایای متبادله داخلی و خارجی است که البته صفحات 159 و 160 کتاب شما را در بر میگیره. هدفی که ما شما در این درس داریم فقط دو هدف عمده داریم. یکی شما زوایای متبادله داخلی و خارجی را بشناسین، دوم زوایای متبادله داخلی و خارجی را اصلا فرق کنین. فقط این دو هدف ما شما داریم و بسیار ساده است. بسیار درس امروز ما مثل درس های قبلی بسیار دلچسب است. خب عزیزا، به خاطر اینکه به این دو هدف برسیم و داخل موضوع شویم، یک سوال ورودی را از شما مطرح میکنم، شما نظریاتتان را با ما شریک بسازید. در این تصویر که شما میبینین البته عنوان زوایای متبادله داخلی و خارجی است. گفته شکل مقابل را مشاهده و در مورد زوایای تشکیل شده یا انحصار نظر کنید. شما نظریات خود را با ما شریک کنین. ببینین یکی در شکل بالا میبینین نوشته زوایای متبادله خارجی، یعنی شما در این شکل میبینین که دو خط که سبز از با هم موازی است و توسط خط سرخ قطع شده. ببینین دو زاویه در بالا تشکیل شده به رنگ سرخ و سبز و دو زاویه در پایین خط سبز دومی ایجاد شده که هم سبز و سرخ است و در بالای زنوان نوشته که زوایای متبادله خارجی، یعنی در اینجا ما شما زوایای خارجی را میبینیم و به نظر شما حتما اینی رنگی که سرخ داره زوایای با این رنگ سرخ حتما با هم چی هستن؟ مساوی هستن و همچنان این رنگ سبز با این رنگ سبز. در تصویر پایین میبینیم اینجا هم دو خط سبز، یکی خط با هم موازی است و توسط یک خط سرخ قطع شده. در اینجا ببینین در داخل چهار زاویه تشکیل شده، یکی رنگ به شکل رنگ یاسمنی و آبی و در پایینم، یعنی اینطور معلوم میشه که این رنگ سبز که در بالاست و در پایین با هم مساوی هستن، قرار متبادله و همچنان این دو زاویه به شکل یاسمنی است ایام با هم مساوی هستن. اینمی نظر ما شما شریک کردیم، شما امید که نظر ما را داشته باشین. به خاطر اینکه اجازه شما مشخص ناحیه خارجی و داخلی را بفهمین، ببینین در اینجا دو زاویه در بالا تشکیل شده که نیر ناحیه زوایای خارجی یاد میکنن، دو زاویه دیگه در پایان خط سید ایجاد شده که هم ناحیه خارجی است و یا به نام زوایای خارجی یاد میشه و چهار زاویه دیگه ببینین دو در این استقامت دو هم در اینجا تشکیل شده که ناحیه داخلی است و به نام زوایای داخلی یاد میشن. تمامی زوایا به نام زوایای متبادله داخلی و خارجی یاد میشن که در بخش بعدی شما همگی زیر مکمل مطالعه میکنیم و میخوانیم. میبینین ما شما به خاطر زوایای متبادله داخلی و خارجی میگیم باید این تعریف مشخص داشته باشیم. میبینین تعریف میکنیم، تعریف زوایای متبادله داخلی و خارجی. اگر یک قاطع دو خط موازی را قطع کند و زوایای خارجی و داخلی تشکیل میشود که به نام های زوایای متبادله داخلی و خارجی یاد میشوند. زوایای متبادله داخلی با هم و زوایای متبادله خارجی با هم مساوی هستند. ببینید مانند شکل مقابل ما برای شما در اینجا دقیق نشان میتم، یعنی زوایای متبادله داخلی و خارجی زمان ایجاد میشه که دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شود. در شکل بالا ببینید این دو خط موازی است و توسط خط سر قاطع قطع شده. در اینجا زوایای متبادله خارجی را با هم تشکیل میدن که با هم مساوی است و در رسم پایین زوایای متبادله داخلی تشکیل میدن که اینا هم با هم مساوی هستند. ببینید قبلا هم گفتم در شکل بالا این زاویه که به شکل سرخ رسم شده و این زاویه با هم مساوی است قرار زاویه متبادله خارجی و همچنان این زاویه سبز با این زاویه سبز هم قرار زاویه متبادله خارجی مساوی است. در رسم پایین زوایای متبادله داخلی است. شما ببینید این رنگ یاسمنی با این رنگ یاسمنی قرار زوایای متبادله داخلی با هم مساوی است و این رنگ سبز و این رنگ سبز قرار زوایای متبادله داخلی با هم چی هستند؟ مساوی هستند.
بسیار خوب. به خاطر از اینکه شما بفهمید که زوایای متبادل داخلی و خارجی با هم مساوی است، ما برای شما زوایای متبادل داخلی را چی میکنم؟ ثبوت میکنم. ببینید در ثبوت ما برای شما در چارت رسم کردیم، به خاطر از اینکه شما خوب درست درک کرده باشین، ببینید اگر دو خط موازی توسط قاطع قطع گردد، ثبوت می نماییم که دو زاویه داخلی که به دو طرف قاطع تشکیل گردیده قرار متبادل داخلی با هم مساوی هستند. ببینید در اینجا خط AB و CD موازی است. اینجا نوشته می کنم اجزا، ببینید قطع خط AB انمی موازی با قطع خط چی هستند؟ CD است. این دو خط و توسط کدام خط قطع شده؟ توسط خط KL قطع شده. در اینجا ببینید زاویه 3 و زاویه 4 این دو زاویه به نام متبادل داخلی یاد میکنن که یا باید با هم مساوی باشن، یعنی باید زاویه 3 مساوی با زاویه چی باشه؟ زاویه 4 باشه. اینه میره ما شما چی میکنیم؟ ثبوت میکنیم. وقتی که ثبوت کنیم ببینین اجزا که اول وقتی که قاطع قطع میشه زاویه متبادل داخلی یکی به طرف چپ قاطع قاطع سکنین KL به طرف چپش ایجاد شده زاویه 3 و زاویه 4 به طرف راستش ایجاد شده. پس به این معنا به این نتیجه میرسیم که تمام زوایای متبادل داخلی و خارجی یکیش به طرف راست و دیگه به طرف چپ قاطع موقعیت می داشته باشه. برای ثبوت از چی میکنم اجزا؟ یک نقطه را ببینید در این انتخاب میکنم، این نقطه را نقطه او میگذارم. از نقطه او یک عمود بالای ای بی و یک عمود بالای سی دی چی میکنم؟ رسم میکنم. ببینید این گونیاس قرارانو برای شما گفتیم به این شکل را میمانم به اینی ترتیب اینه آل بالای خط ای بی عمود رسم میکنم. ببینید وقتی که رسم کردم اینمی زاویه زاویه 90 درجه است، زاویه 90 درجه. همچنان به طرف پایین وقتی که ادامه بتم ببینید به این شکل بالای ازی میمانم، هم میتونیم کوره ادامه هم بتیم اینه بالای ازی. این هم زاویه چند درجه؟ زاویه 90 درجه. این را ادامه میتونم به اینی ترتیب. این زاویه هم که تشکیل میشه این هم زاویه چند درجه هست؟ 90 درجه. پس اینجا چند مسئله ایجاد میشن اجزا؟ ببینین ما برای شما رنگ رنگیش میکنم که خوب مشخص بفهمید. اینجا ببین اجزا یک مسئله است و مسئله دیگه ما شما خوب مشخص شود که شما بفهمید. اینجا ببینین دو مسئله ما شما ایجاد کردیم. اگر این نقطه را که ما شما قطع کرده ای بی را ای را ام نام بگذارم و این نقطه را که به حساب سی دی را قطع کرده این نقطه را ما شما ان بنامیم، ببینید چند مثلث ایجاد شد. یک مثلث او ام ای، او ام ای مثلث و دیگه کدام مثلث؟ او اف ان، او اف ان یا مثلث دومی. حال اگر ما ثبوت کنیم که دو مثلث با هم مساوی سن انطباق پذیر است، پس زاویه 3 و 4 مش به حساب مساوی میشن. چه ترتیب؟ حال ما میبینیم، ببینید در این دو مثلث اول زاویه M مساوی میشه به زاویه N است، یا به عباره دیگه تو بگویم که OME زاویه OME زاویه اینمی مساوی میشه به کدام زاویه هستن؟ زاویه ONF، ONF زاویه. و این اردوش مساوی به چند درجه؟ ببینید OME و ONF مساوی به 90 درجه است، به خاطر اینکه خودمون شما رسم کردیم 90 درجه را. و دیگه ببینید شما زاویه این زاویه یعنی در حقیقت FON زاویه این مساوی میشه با کدام زاویه است؟ MOE مساوی میشه با MOE زاویه. قرار چی عزیزا؟ قرار متقابل بر است. نوشتم میکنم که قرار متقابل بر است. بسیار خوب. حالا ببینید در یک مثلث قائم زاویه زمانی که دو زاویه قائم میش خواهد میت با هم مساوی است و یک زاویه حادی دیگه از یک شما در حقیقت ثبوت کردیم که با هم مساوی است قرار متقابل بر است، و در یک مثلث قائم زاویه زمانی که یک زاویه حادی با هم مساوی باشه زاویه حادی دومیش حتما با هم مساوی می باشه. زاویه دومی این دو مثلث از کدام هستن؟ زاویه 3 و زاویه چند است؟ 4. یعنی در این مثلث OME زاویه 3 یک زاویه حاد است که دو زاویه حادش ما شما ثبوت کردیم با هم مساوی است، و همچنان در این مثلث دومی ما شما که در حقیقت مثلث FON است در این هم زاویه 4 زاویه حاده دومیش است که با هم در حقیقت باید حتما چه باشه؟ مساوی باشد. نوشته میکنیم بنابر آن
زاویه 3 مساوی به زاویه چند است؟ زاویه 4 است. بسیار خوب. این ای بود که برای شما ثبوت کردیم که زوایای متبادل داخلی با هم همیشه مساوی است. زوایای خارجی هم به ترتیب شما به این شکل یک ثبوت کردم، ثبوت داره که شما باز خود را ثبوت کنید. آن یک فعالیت به خاطر که شما بهتر بفهمین، یک فعالیت هم برای شما پیشکش میکنم در کتاب شما است. شما این فعالیت خودتان انجام بدین. ببینین من برای شما میخوانم فعالیت ها. دو خط موازی دی یک و دی دو و دو خط غیر موازی دی سه و دی چهار را رسم کنید. دو خط قاطع را که یکی از آن خطوط دی یک و دی دو و دیگر آن خطوط دی سه و دی چهار را قطع کند رسم کنید. زوایایی را که قاطع با خطوط موازی میسازند و زوایایی را که قاطع با خطوط غیر موازی میسازند توسط نقال اندازه بگیرید. چه نتیجه به دست می آید؟ شما این فعالیت خودتان انجام بدین. ببینین که توسط نقاله که اندازه میکنین آیا که ما ثبوت کردیم با او گفت ما مطابقت داره یا خیر. حالا به خاطر بهتر فهمیدن شما یک مثال دیگر کار میکنم که مثالی که به حساب به زاویه به اعداد ذکر شده به خاطر که شما بهتر و دقیقتر بفهمین. ببینین در این مثال میگم. مثال در شکل زیل دو زاویه 60 درجه و 120 درجه داده شده اند. یعنی ببینید 60 درجه و 120 درجه. زوایای 1 2 3 5 6 و 8 چند درجه می باشند؟ ببینید عزیز در اینجا طبیعی است که زاویه خط AB با CD، خط AB و CD با هم چی هستند؟ موازی هستند. و EF این خط چی هستند؟ قطع کرده دو خط. اول گفته شما دو زاویه را برای شما داده 60 درجه و 120 درجه را گفته شما اینی زوایا رو وسطش یا اندازش چی کنین پیدا بکنین. با ترتیب حالا ما شما پیدا میکنیم چون تعریف کردیم مشخص ثبوت کردیم بنان حال نوشته میکنیم. اول زاویه یک ببینید عزیزا زاویه یک مساوی با زاویه چند باشه؟ مساوی با 120 درجه. به خاطر از اینکه یام زاویه خارجی است یام قرار متبادل خارجی با هم چی هستن؟ مساوی هستن. زاویه یک مساوی میشه با چند؟ 120 درجه. در این جمع نوشتم میکنم مساوی به 120 درجه. بسیار خوب. بعد کدام زاویه رو میبینیم؟ زاویه 6 با کدام زاویه باید مساوی باشه؟ زاویه 6 مساوی به چند درجه؟ 60 درجه. اینجا اگه به خاطر بهتر فهمیدن شما نوشتم میکنم قرار متبادله چی؟ خارجی. اگه 6 مساوی به 60 درجه است نوشتم میکنم زاویه 6 مساوی میشه به چند درجه؟ یعنی ببینید 6 مساوی به 60 درجه. این قرار چی باید باشه؟ متبادله داخلی. قرار متبادله داخلی. بسیار خوب. حال دو با 60 درجه مساوی است. قرار چی؟ قرار متقابل بره است. نوشتم میکنم که زاویه دو مساوی به زاویه مساوی به چند درجه است؟ 60 درجه. بسیار خوب. این 6 هم اینجا نوشتم میکنم به خاطر اینکه خب مشخص شه و کدام زاویه رو معلوم کردین. به این ترتیب نوشتم میگم 6 مساوی به 60 درجه. دو مساوی میشه به 60 درجه. ببینید این قرار چیستن؟ قرار متقابل برعکس. البته اینی پس زاویه دو مساوی به چند درجه شد؟ 60 درجه. حال زاویه دو با 8 مساوی باشه قرار چی عزیزا؟ قرار متبادله خارجی. یعنی نوشتم میکنم که زاویه 8 مساوی میشه به زاویه دو و مساوی به چند درجه؟ 60 درجه. این هم نوشتن میتونیم قرار متبادله البته خارجی. بسیار خوب. کنم زوایا مون یعنی 8 هم پیدا کردیم که مساوی به چند درجه شد؟ 60 درجه. حالا زاویه 3 و 5 ماندن. ببینید زاویه 5 مساوی به چند درجه است؟ 120 درجه. زاویه 5 مساوی به 120 درجه. قرار چی؟ قرار متقابل بر است. قرار متقابل به رأس به این ترتیب. خب وقتی که 5 مساوی به چند درجه شد؟ 120 درجه. پس باید زاویه 3 با 5 مساوی باشه قرار چی؟ قرار متبادله داخلی. نوشتم میکنم که زاویه 3 مساوی میشه به زاویه 5 و این مساوی میشه به 120 درجه. این هم قرار متبادله داخلی. یعنی 3 و 5. بسیار خوب. ایرام نوشتم میکنم زاویه 3 و مساوی به چند درجه شد؟ 120 درجه. بنان عزیزا تمام زوایایی که از شما تقاضا کرده بود دقیق برای شما من نشان دادم. امید که بخیر دقیق‌تری را شما چه کرده باشین درک کرده باشین و فهمیده باشین.
بسیار خوب. حالا یک نتیجه عمومی رو برای شما بگویم، چون طور جداگانه کل ادویه رو برای شما ثبوت کردم. حالا یک نتیجه عمومی رو برای شما در تخته رسم میکنم که طریقه رسم کردن خطوط موازی را، قاطع را، وظایفی که ایجاد میشه قرار متبادل داخلی و خارجی برای شما چی میکنم، این را پیشکش میکنم. خب شاگردای عزیز، در این بخش که من برای شما کار میکنم نتیجه عمومی را بیان میکنم. یعنی چه معنا؟ شما باید در این فعالیت که من انجام میتم، شما باید طریق رسم کردن خطوط موازی، قاطع و تمام زوایایی که در بین خط قرار متبادل داخلی و خارجی مساوی، شما باید چی کنین؟ اینا فرا بگیرین و خوب دقیق باشین عزیزا. ببینین، حالا من دو خط موازی رو بر شما رسم میکنم به این ترتیب. خوب عزیزا متوجه باشین که دو خط موازی رو شما چه قسم ایجاد میکنین. یک خط رسم کردم، حالا به خاطر از اینکه من خط دومی رسم کنم، این بالای از عمود میمانم، یک نقطه را بالای انتخاب میکنم. مثلا چند سانتی به طرف پایین بیایم که در خط دومی رسم کنم، مثلا میگم که 20 سانتی باشه، اینجا نقطه میگذارم، این طرف میارم. خب از دوم متوجه باشین، در این طرف خط میم، بازی چون زاویه 90 درجه است در خط به این شکل، اینجا هم چه انتخاب میکنم؟ 20 بود، اینه اینجا هم نقطه میگذارم. حالا ببینید این فاصله با این فاصله اردوش 20 سانتی است. اگر من این خط رسم کنم، این دو خط هیچگاه که دیگه خود قطع نمیکنه، برای همیشه موازی میباشن. به این ترتیب این خطام رسم میکنم. ببینین اینه، ببینین این خط نامگذاری میکنم. اگر این خط ما شما ای بی باشه، به خاطر از اینکه طولاشان با هم برابر بین، این رو نوشته میکنم که خط سی دی باشن. ما شما ببینین اردوش موازی رسم کردم، یعنی در اینجا نوشته میکنم که ای بی موازی با چی هستن؟ موازی با سی دی، درست؟ حالا یک قاطع رسم میکنم. ببینید عزیزا، به این ترتیب یک خط قاطع به این ترتیب. مهم نیست که از هر جای رسم کنیم، میتونی که یک فاصله معین ماده نظر بگیریم. ببین مثلا این از اینجا رسم میکنم، یک خط قاطع به این شکل. این خط هم میگذارم K-M-L. حالا ببینید عزیزا، وقتی که رسم کردم به ترتیب، چون نتیجه مهمی است، ببینید زاویه یک تشکیل میشه، اینی زاویه یک، این زاویه دو، این زاویه سه، این زاویه چهار، به ترتیب میایم، این زاویه پنج، این زاویه شش، این زاویه هفت و این زاویه هشت. یعنی وقتی که دو خط موازی باشه، وقتی یک قاطع قطع کنه، هشت زاویه تشکیل میشه، چهارش خارجی میشه، چهارش چی میشه؟ داخلی، که قرار متبادلی داخلی و خارجی با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. با ترتیب حالی ببینین، من نوشتم میکنم، از اول شروع میکنم. زاویه یک با کدام زاویه باید مساوی باشه؟ هفت، یعنی سکن یک به طرف چپ قاطع است و هفت به طرف چی؟ راست قاطع. و یعنی بی زاویه چی هات میشن؟ زاویه متبادله خارجی. با ترتیب اینجا نوشتم میکنم، ببینین زاویه یک مساوی میشه و زاویه چند؟ مساوی به هفت. نوشتم میکنم قراره متبادله خارجی، درست شد؟ بعد زاویه دو مساوی به چند است؟ مساوی به زاویه 8. زاویه دو مساوی میشه به زاویه 8، اینم قرار چی؟ متبادله خارجی. بسیار خوب، یعنی ببینید دو به طرف راست و 8 به طرف چپ خط قاطع. ببینید این دو جوره، یعنی در خط 1 و 7 و 2 و 8 زاویه چی هستن؟ متبادله خارجی است. حالا متبادله داخلی را میبینید. ببینید زاویه 3 با کدام زاویه باید مساوی باشه؟ این طرف راست، این طرف چپ. زاویه 3 مساوی میشه با زاویه 5. زاویه 3 مساوی با زاویه 5. این قرار متبادله چی؟ داخلی. چون اینو ما شما مشخص کرده بودیم. بعد کدام زاویه میشه 4 و 6؟ نوشته میکنم زاویه 4 مساوی میشه با زاویه 6. اینم قرار متبادله چی؟ داخلی. بسیار خوب. حالا عزیزا از این نتیجه ما شما میگیریم که برای همیشه زوایای متبادل داخلی با هم مساوی است و همچنان زوایای متبادل خارجی با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. ببینید عزیزا، ما چقدر بر شما مثالا را کار کردم، عددی غیر عددی ثبوت کردم. امید که شما این درس را چه کرده باشین؟ مکمل فرا گرفته باشین. حالا بر شما چی میکنم؟ به خاطر اینکه شما در خانه تمرین کرده باشین، کار خانگی کتاب شما بر شما محول میکنم تا شما این را چی کنین؟ در خانه حل کنین. کار خانگی شما است، فقط دو سوال است که صفحه 160 کتاب درسی شماست. این سوالا رو شما چی میکنین؟ در خانه پیش خود حل میکنین و با حل کردن این سوال شما میتونین که نتایجی که ما برای شما کار کردیم بسیار دقیق تر ایره فرا بگیرید.
خب به خاطر از اینکه شما درس درست فرا گرفته باشین، یک مرتبه برای شما چی میکنم؟ من درس به طور خلاص برای شما بیان میکنم. ببینید، ما شما درس امروز ما شما بود زوایای متبادلی داخلی و زوایای متبادلی خارجی. ما شما گفتیم هرگاه دو خط موازی باشه متوسط قاطع قطع شوه، هشت زاویه تشکیل میشه که چهار زاویه زوایای خارجی است و چهار زاویه زوایای داخلی، که اینا را به نام زوایای متبادله داخلی و زوایای متبادله خارجی یاد میکنن که با هم چی میباشن؟ برای همیشه مساوی میباشن. مثل که در این رسم برای شما کار کردم، گفتم باز خط ای بی و سی دی موازی است، هر قاطع که قطع کن هشت زاویه تشکیل میشه، که ببینید در اینجا برای شما مشخص تشریح کرد. خب شاگردای عزیز، البته درس امروز ما را شما باید دقیق مطالعه کنین، بخونین، کار خانگیش انجام بدین و درس بعدی را البته مرور کنین. درس بعدی ما شما موضوعش است موازی بودن دو خط مستقیم در صورتی که زوایای متبادله داخلی مساوی بسازن. این درس بعدی ماست که درس هم یک مرتبه شما مرور کنین. تا درس بعدی، من همگی شما را به علای پاک می‌سپارم.